عزیز، من امشب خیلی خوشحالم که مسئولیت اداره جلسه آقای محمد امینی رو به عهده دارم. سخنرانی ایشون تحت عنوان قوم‌گرایی و پیامدهای آن میباشد. اجازه بدید من مختصرا جناب آقای محمد امینی رو معرفی کنم. من فکر میکنم بیشتر شما ایشون رو میشناسید، ولی به هر حال شما محمد امینی نویسنده، پژوهشگر تاریخ و نظریه پرداز سیاسی و اجتماعی، کار پژوهشی خویش را با کتاب جایگاه روحانیت شیعه در تاریخ 1358 در تهران آغاز کرد و در همان هنگام یکی از دبیران روزنامه کوتاه عمر ندای آزادی بود. در 20 سال گذشته به پژوهش پیرامون تاریخ دور و نزدیک ایران به ویژه دوران مدرنیته پرداخته و بیش از 130 نوشتار درباره دین و دولت، مدرنیته، بغرنجی‌های قومی، ملی، سکولاریسم و جنبش‌های اسلامی از او منتشر شده است. یکی از تازه‌ترین کارهای او کتابی است بیش از یک سال با آن مشغول بوده و الان با آن بازبینی ویرایش و حاشیه نویسی در کتاب شیعه‌گری احمد کسروی است. 6 ماه پیش منتشر شده. کتاب تازه او به نام سوداگری با تاریخ که بررسی دوران زمانداری دکتر محمد مصدق و پاسخ به برخی وارونه نویسی های تاریخ است که 1 ماه پیش منتشر. کتاب جستاری پیرامون حجاب، به حجاب و بیهجابی از میان دوران قاجار میپردازد و کتاب بغرنج قومی و ملی در ایران از افسانه تا واقعیت که مجموعه 6 نوشتار در این موضوع بوده است و چاپ دوم فدایان اسلام و سودای حکومت اسلامی با بازنویسی های گسترده‌ای اندک در حال آماده شدن برای انتشار است. حالی که از دیدگاه امینی یادگاری از او برای آینده خواهد بود، کتابی است که بیش از 20 سال به پژوهش آن پرداخته و بناست در سال آینده منتشر شود. این کار که چالش 500 ساله دین و دولت در ایران نام دارد، 3 جلد آن نوشته شده و این مجموعه 4 جلد پس از پایان یافتن جلد 4 در سال آینده منتشر خواهد شد. آقای محمد امینی بیش از 240 گفت شنود رادیویی هفتگی با آقای حسین مهری پیرامون رویدادها و روندهای تاریخی و نیز رویدادهای سیاسی در ایران انجام داده و به تازگی یک کلمه را در تلویزیون اندیشه آغاز کرده است. آقای محمد امینی، لطف بفرمایید. بسیار سپاسگزار هستم از دوستان صدای میان. آقای امینی، تقاضا میکنم اون باشه. کدوم باشه؟ این باشه. بله، اسم شما هست. ممنون. با سپاس فراوان از کانون دوستداران فرهنگ ایران در واشنگتن و همچنین از آقای ناظر که از من دعوت کردن در این برنامه شرکت کنم، البته اینجا ایشون در جایگاه بلندی نشستن و من خیلی کوچیک کنار ایشون میام، خیلی سپاسگزار هستم که تشریف آوردید و امیدوارم که صدای من اکو نداشته باشه در اینجا. میخواید از دوربین که از میکروفون که دورتر باشه؟ خیلی خوبه. پیش از اینکه صحبتم رو با شما آغاز کنم، اشاره میکنم که این 2 کتاب تازه من، سوداگری با تاریخ و شیعه‌گری احمد کسروی، در اینجا موجود هست. اگر دوستان علاقمند باشند من اون رو برایشون امضا خواهم کرد.
موضوعی که امروز در واقع دربارش صحبت میکنیم به داوری من یکی از حساس ترین مسائل موجود در جامعه ایران کنونی است. از این رو که با درگیر شدن جریان‌های برحال به داوری من قومگرا و یا داریگدار فدرالیسم قومی در ایران، ما با یک شرایطی در ایران روبرو هستیم که میتواند از جنبه یک گفتمان منطقی رو در جامعه دامن بزند و از جنبه های دیگر و به نظر من جنبه واقع بینانه تر به شیرازه جامعه ایران، به ماندگاری جامعه ایران زیان وارد بکنه و من از این منظر میخوام وارد این بحث بشم. پیش از این که داوری خودم رو در این باره که میدانم بسیار هم بحث‌انگیز هست با شما در میان بگذارم، اجازه بدید که چند نکته رو خیلی روشن و صریح مطرح کنم تا جای گفتگو در باره آنچه که میخواهم در ادامه صحبت با شما در میان بگذارم نباشه. من هیچ جای گفتگو در این مورد ندارم. هر شهروند ایرانی از هر تیر و تباری که هست، از هر پیشینه قومی و زبانی و فرهنگی که هست، حق دارد زبان مادری خودش رو در کنار زبان فارسی که زبان ملی و زبان مشترک ماست بیاموزه. تردیدی ندارم که باید در مدارس، در دبستان‌ها، روشن کنم در دبستان‌ها این حق برای کودکان وجود داشته باشه که زبان مادری خودش رو در کنار زبان فارسی بیاموزن، همان گونه که این حق در کشورهای پیشرفته جهان هم است. در همین ایالات متحده آمریکا اگر شما در یک مدرسه در کالیفرنیا دست کم 19 نفر به یک زبانی زبان مادریشون باشه، مدرسه وادار می شود که معلمی برای آموختن اون زبان برای اونها بگیره و اونها زبان مادری خودشون در کنار زبان مشترک ملی سرزمین یاد بگیره. همینجا اضافه کنم که مراد من از آموزش زبان مادری است، نه آموزش به زبان مادری. آموزش به زبان مادری به این معناست که هر شهروند ایرانی میتونه فیزیک و هندسه و ریاضیات و مهندسی رو هم بره در دانشگاه به زبان مادری یاد بگیره. این اصلا نه شدنی است، نه در هیچ کشور دیگر جهان انجام میشود. البته ما مردمی هستیم که هر چیزی که از هر جای جهان گرفتیم سعی کردیم خیلی بهتر در کشور خودمون اداره کنیم و انجام بدیم و معمولاً همون انجام ندادیم. آموزش زبان مادری مورد گفتگوی اعلامیه جهانی با بشر است و در کشورهای پیشرفته جهان مورد پذیرش. موضوع دومی که در اینجا باید اشاره بکنم در این هست که و پافشاری هم این موضوع بکنم که ما باید وجود چند فرهنگی رو در ایران به عنوان یک پدیده مثبت قلمداد کنیم، نه پدیده منفی. اصلا توانایی جامعه ایران در این پیشینه چند فرهنگی است و اگرچه در این چند فرهنگی زبان فارسی یکی از زمینه‌های مشترک این فرهنگ‌ها بوده، ولی وجود تنوع چند فرهنگی در ایران نه تنها زیانمند نیست بلکه بسیار هم سودمند است. هیچ گروهی از مردم نخواهد توانست شهرام ناظری رو از مردم تهران و فارس زبان ها بگیره، حتی اگر تیر و تبار ایشان کرد باشه و زبان مادریش هم کرد باشه. این چند فرهنگی جامعه در واقع یکی از زیبایی هایی است که ما از این پیشینه کهن تاریخی خودمون به ارث بردیم. اما بحث قومی بحث دیگری است. بحث قومی به بحث قومگرایی پیوندی با این نوع حقوق نداره، چون اینها حقوق شهروندی است و در زمینه حقوق شهروندی ما میتوانیم وارد گفتگو بشویم، میتوانیم با هم زاویه داشته باشیم و میتوانیم وارد چالش بشویم که چه راهکارهایی برای روابط بهتر میان شهروندان ایران وجود داره. این رو هم بیفزایم که من باور ندارم و خیلی دوست دارم که دوستانی که در اینجا هستن اگر باور دارند این رو با آمار و اسناد برای من ناگاه نشان بدهم که واپس مانده بودن بخشای از ایران
که نتیجه سیاست‌های نادرست دولت‌های مرکزی بوده از یک سیاست قوم‌گرایانه برخواسته. یعنی دولت مرکزی در ایران چه در دوران قاجار، چه در دوران پهلوی و یا در دوران جمهوری اسلامی نشسته و با برنامه گفته بهتر از بلوچستان عقب بمانیم چون اینها بلوچ هستند. من به چنین چیزهایی باور ندارم. اگر شما ایران رو از سرخس، از گوشه شمال شرقی ایران بگیرید و بیایید تا دورترین نقطه بلوچستان در جایی که وات داره، جایی که خاک به دریا میرسه و از اونجا بروید تا نزدیکی های خرمشهر، در درازای تاریخ معاصر ایران بخش های گسترده ای از عقب مانده ترین سرزمین های ایران، از فقیرترین مردم ایران در این سرزمین ها زیستند، از جمله در مرز میان ایران و افغانستان که ظاهرا قرار است پایگاه فارسستان ایران باشد. زبان فارسی از این منطقه بلند شد. بیایید و نگاه کنید از منطقه سیستان و بلوچستان که خارج می شوید به ناحیه بندر عباس و بوشهر رو تمام اون مناطق که می رسید تا پیش از این کشف‌های تازه در زمینه گاز و غیره بخشی از واپسمانده ترین سرزمین های ایران بوده. هیچ سیاست قومی هم در پیش نبوده. مردم بندر عباس و جاسک و عرض کنم که بوشهر و بهمنی و دیگران هم هیچ ظاهراً به یک گروه قومی دیگر تعلق نداشتند. اتفاقاً از نقطه نظر ظاهری هم خیلی از اونها با مردم مثلا فارس از نظر رنگ پوست و قیافه ها متفاوتند. منظورم این است که بپذیریم که در ایران نابرابری های اقتصادی واقعی وجود دارد و این نابرابری های اقتصادی واقعی اگرچه پیامد سیاست های نادرست دولت های مرکزی است، پیامد سیاست قوم‌گرایانه دولت مرکزی نیست بلکه سیاست نادرستی است که اعمال شده. اما موضوع قومی در ایران چیست؟ شما میخواید من صحبت نکنم دعا بردن چوش معمولاً آخونده قبل از منبر رفتن آب جوش بخوردن ولی خب عقل اشکال نداره ما بریم که منبر بیم بینم. ایران برای که ما مسئله قومی رو بهتر دریابیم باید برگردیم به تاریخ ایران. ایران سرزمینیست که پس از آمدن اعراب سیمای قومی آن به تدریج دگرگون می شود. یعنی اگرچه در پیش از آمدن اعراب هم ما در ایران اقوام غیر آریایی بسیاری داشتیم و با اینکه آریایی ها ظاهرن اگرچه این بحث ها اصولاً دارای ارزش و اهمیت چندانی نیست که ما بخوایم مردم رو به تیب و تبارهای نژادی تقسیم کنیم ولی به هر حال از اونجایی که به تاریخ مربوط می شود ایران پیش از اسلام ظاهرن بیشتر اقوام آریایی حاکم بودند. یعنی این سه حکومت بزرگ دوران پیش از اسلام هخامنشی، اشکانیان و ساسانیان اساساً گروه های ماد چهار حکومت اینها حکومت های اساساً از اقوام آریایی بودند ولی از زمانی که اعراب به ایران آمدند به تدریج سیمای آریایی جامعه ایران دگرگون شد. یعنی نه تنها اعراب به ایران آمدند و با فرهنگ و تمدن ایرانی در هم آمیختن بلکه در این پهنه تمدن اسلامی بسیاری از تیر و تبارهای ترکمان، اوغوز، اوز و برها ترکیک زبان به فلات ایران وارد شدن و اون گروه هایی را که در فلات ایران وجود می داشتن تقویت کردن. بزرگترین هجوم یا بزرگترین کوچ مهاجمانه اقوام ترکمان به ایران آمدن سلجوقیان بود که پنج دولت سلجوقی از خراسان تا آناتولی در ایران به وجود آمد. پیش از اون هم دولت غزنوی اولین دولت اوغوز یا قز ایران بود که اساساً از امیران ترکمان تبار دربار سامانی به وجود آمده بود. از اون هنگام، یعنی از هنگام پیدایش دولت غزنوی تا هنگام مشروطه سیمای فرمانروایی در ایران اساساً ایلیاتی بوده و در این سیمای ایلیاتی فرمانروایی در ایران
در بیشتر دوران‌ها جز یک دوره کوتاه فرمانروایی زند اساساً ترکمان‌ها در ایران حاکم بودند. یعنی کسی اگر بخواهد به تاریخ ایران نگاه کنه، اگر بناس قومی در ایران که من اصلا به این باور نیستم قومی چیره بوده باشه، اقوام ترکمان تبار هستند. یعنی اونها هستند که اولین دولت سراسری ایران رو در دوره سلجوقی ایجاد کردن، اونها هستند که در اولین سلجوقیان بله یه خود لقه چیزش کن دست بزن خوی سلجوقیان حرف نزن بفهم بسکه درست شده چشم من الان فهمیدم فاصله بگیم چشم اولین از که بلنگوی مقدار چیز داره جمعه های نگرانی از بحث های قومی داریم در میکروفون رو بخوام اولین دولت سراسری ایران پس از آمدن اعراب رو دولت سلجوقی ایجاد کرد و نخستین دولت سراسری بعد از آمدن مغول ها رو صفویان آغاز کردند به اعتبار و شمشیر نه طایفه قزلباش که بسیاری از اونها حتی فارسی هم صحبت نمی کردند و بسیاری از اونها از آناتولی کوچ کرده بودند به ایران. اصلا در تاریخ ایران ستیز قومی نبود، یعنی هیچ یک از این دولت‌های شکل گرفته در من متوجه گرفتاری شدم هیچ یک از این دولت‌های شکل گرفته در این دوران نماینده چیرگی ترکمان تباران در ایران نبودن. نماینده چیرگی یک تیر و تباری، یک دسته ای از ترکمانان بودن. یعنی سلجوقیان خودشون رو به عنوان آل سلجوق میشناختن، نه به عنوان ترکمانان. صفویان یا تیرها و دسته های درون دولت صفوی اون نه طایفه خودشون رو به عنوان یکی از اون طوایف قزلباش میشناختن و در جانشینی پادشاهان هم سمت و سو میگرفتن. حتی دولت قاجار هم وقتی که از ترکمان ها صحبت میکرد، با اینکه خود او یکی از نه طایفه ترکمان تبار قاجار بود، از اونها به عنوان ترکمان صحبت میکرد نه خود اونها. اتفاقا جالب اینجاست که اصلا قاجارها رو از شمال آذربایجان کوچاندند، بردند در استرآباد در نزدیک گرگان، اونجا نشاندند که در مقابل ترکمانان دیگر مقاومت بکنند و از دل این قاجاران یکی از دسته های سگانه قاجار آمد و دولت قاجار رو ایجاد کرد. هنگامی هم که دولت قاجار ایجاد شد، قهرمان ملی و تاریخی آقا محمد خان دادجوپوروش نبودند. دو تندیس در مقابل چادرش داشت، چون میدونی چادر میخوابید، مثل پادشاه قذافی، مثل رهبر لیبی در چادر میخوابید، چادر بزرگی درست کرده بود، دو تندیس مقابلش بود، یکی تیمور بود و دیگری چنگیز. یعنی قهرمانان او هم قهرمانان مغول بودند. این تاریخ ایران است. بنابراین از نقطه نظر تاریخی تا اونجایی که به سامان فرمان روایی در ایران مربوط می شود، ما با چیزی به نام ستم یک ملت برگشته‌ای به نام فارس ها در ایران روبرو نبودیم. اصلا ملتی هم یا قومی هم در ایران به نام قوم فارس ما اصلا نداشتیم. حتی دسته ایری هم به نام فارس نداشتیم. آنچه که داشتیم در واقع زبان فارسی بود. این زبان فارسی هم نخستین بار در دوران پادشاهی سلطان محمود غزنوی به ابتکار یکی از وزیران برجسته سلطان محمود غزنوی ابوالفضل سهل اسفراینی، ابو سهل فضل اسفراینی به اعتبار و توانایی او زبان رسمی دیوانی شد و چون زبان دیوانی شد هر کس که با دیوان کار داشت کار مستوفیگری میکرد، نامه مینوشت، کار مالیاتی میکرد، شعر میگفت، این زبان رشد کرد و در میان بیشتر نخبگان تاریخ 900 سال گذشته پیش از مشروطه، از حافظ و سعدی شما بگیرید تا خاقانی شربانی و بسیاری از وزیران و سران برجسته دیوان سالار ایران، زبان مادری خودشون اصلا فارسی نبود و این زبان مادری رو برای اینکه بتوانند با دیوان کار بکنند به سود دیوان کنار می‌گذاشتند. حتی زبان مادری حافظ و سعدی فارسی نبود. زبان مادری حافظ و سعدی ویجه‌ای بود. زبان دارستانی است. اگر دوستان اینجا از
لارستان فارس آمده باشند میدانند که از نقطه نظر حتی استرکتور زبان به زبان پهلوی بیشتر نزدیک است تا زبان فارسی دری یا فارسی امروزی ما. و این است که در درازای تاریخ ایران زبان فارسی به دلیل اینکه زبان دیوان سالاری در ایران بود به عنوان زبان مشترک پذیرفته شد. اصلا چرا زبان فارسی پذیرفته شد؟ من این حاشیه رو میرم برای که نکته رو توضیح داده باشم. در دربار ساسانی 5 زبان وجود داشت. زبان دین زبان اوستایی بود، زبان ادبی زبان پهلوی بود و در کنار اون 2-3 زبان دیگر هم وجود داشت. زبان خوزی بود، سغدی بود و زبان دری. زبان دری یک زبانی بود که از ریشه پهلوی برخواسته بود، زبان روابط میان دسته‌های قومی مختلف در ایران بود. یعنی اگر حاکم خراسان اون زمان می‌خواست با فرمان روای همدان نام نگاری بکنه، به این زبان مشترکی که قرار گذاشته بودن نامه می‌نوشت. چون زبان‌های دیگر زبان مشترک نبود، هر کس زبان خودش رو داشت. زبان بازرگانی و زبان بین الاقوام بود به قول اعراب. و چون زبان پهلوی به وسیله اعراب برچیده شد و هنگامی که یک زبانی بنا شد که در مقابل زبان عربی سربلند بکنه، این زبان دری بود که سربلند کرد. چون در هر گوش و کنار ایران رفتگان این زبان رو بلد بودن، آمدن خط عربی رو انتخاب کردن، زبان رو برای خواندن راحت تر کردن. این زبان دری به تدریج پیوند پیدا کرد با برحال آنچه که بعدها فارسی نام گرفت شد، فارسی دری، و سرانجام دری هم از اون افتاد، فقط در افغانستان باقی ماند و زبان فارسی زبان مشترک مردم ایران شد. هنگامی که ما به پیش درآمد مدرنیته یا به سپیده دم مدرنیته در ایران در حدود 200 سال پیش میرسیم، سیمای جامعه ایران این گونه است که یک دولت ترکمان تبار قاجار بر سر کار هست. به لطف پرکاری فتحعلی شاه شمار بسیاری شاهزادگان در میان این خانواده به وجود آمده و سرتاسر ایران تا میانه دوره پادشاهی ناصرالدین شاه اساساً اون ساختارهای سنتی فرمانروایی‌های محلی به کنار رفته و به دست خاندان قاجار افتاده. یعنی حتی اون سیمای سنتی جامعه ایران که دولت مرکزی در دست یک ایل بود مانند قاجار در آغاز کار و گوش و کنار ایران حاکمان محلی اشراف ایلی دیگر حکومت میکردند و باج به دولت مرکزی میدادند، این به کنار رفته بود و به دلیل افزایش شمار شاهزادگان و قدرت دولت مرکزی در واقع حکومت در نقاط مختلف ایران به حراج گذاشته میشد. هر کس می آمد از میان شاهزادگان پول بیشتری میداد، حکومت کرمان یا حکومت کرمانشاه یا نقاط دیگر رو میگرفت. و همین دلیل هم یکی از نقاطی در ایران که در این تغییرات فرمان روایش دگرگون شد کردستان بود، که در اون زمان از تقریبا پایان پادشاهی شاه اسماعیل صفوی تا میانه دوران ناصرالدین شاه خاندان اردلان بر بخش بزرگی از کردستان چیره بود. اصلا به کردستان میگفتن کردستان اردلان. و در واقع در میانه دوره ناصرالدین شاه است که فرمان روایی کرمانشاه و همدان رو از ناصرالدین شاه میگیره و خاندان اردلان رو از کار برکنار میکنه. آذربایجان هم که روشن بود، آذربایجان ولیعهد نشین بود. قباله آذربایجان در اختیار خود خانواده قاجار بود. هنگامی که ولیعهد در آذربایجان می بود، او در واقع حاکم آذربایجان بود، می آمد تهران پادشاه می شد، حکومت آذربایجان عملا در اختیار ولیعهد بود. البته حاکم هم انتخاب می کردن، نه اینکه نمی کردن، ولی این ولیعهد بود که در واقع اونجا را اداره می کرد. یکی از جنبه های بسیار مهم فکر مدرنیته در ایران، چون میدونید مدرنیته در کشورهای مختلف به اشکال گوناگون زاده شد، ما چون کشوری هستیم که به هر روی زمینه تاریخی عصر روشنگری نداشتیم، مثل مادری که فرزندش با پا متولد میشود، مدرنیته ما با پا متولد شد.
از سر از رحم مادر بیرون نیومد. یعنی در مدرنیته از اصلا از اندیشه زاده شد. اصل روشنگری در اروپا وجود داشت. در ایران مدرنیته با پروژه اصلاحات اداری آغاز شد. یعنی رفرماسیون اداری امیرکبیر و سپهسالار، اینها در واقع نخستین گام های مدرنیته ایران بودند. یعنی رفتن پای اصلاحات اداری و سرانجام بحث اصلاحات اداری به مسئله قانون رسید که در زمینه قانون سه نفر پیشگام بودند: میرزا جعفرخان مستشار دوله تبریزی، آخونزاده و میرزا محکمخان اصفهانی ارمنی. اینها پیشگامان فکر قانون بودند و به تدریج بود که از موضوع رفرماسیون اداری به فکر قانون و سرانجام مشروط کردن قدرت پادشاه رسیدند. در این فرایند موضوعی که شکل گرفت این بود که در جریان جنبش مشروطه دو آرمان در مقابل جامعه ایران قرار گرفت، دو موضوع اساسی. مشروطه هم جزئی نبود. اگر ما بخوایم مشروطه و مدرنیته ایران رو توضیح بدهیم، آرمان مشروطه و مدرنیته رو در دو اصل می‌توانیم خلاصه کنیم: شکل گرفتن دولت مدرن ملی و دوم مشارکت مردم. مشروطه و مدرنیته ایران در زمینه اول موفق شد، یعنی در زمینه پیدایش دولت ملی واحد مدرن، البته به صورت استبدادیش، موفق شد. در زمینه دوم بود که شکست بود، یعنی در زمینه مشارکت مردم. در کانون پیدایش دولت مدرن ملی گریز از ساختار ایلیاتی گذشته، یعنی پایان دادن به بحث قوم‌گرایی، چالش ایجاد یک دولت ملت جدید در ایران. این رو هم بیافزایم که برخلاف بسیاری از کشورهای اروپایی، احساس هویت ملی فرهنگی در تاریخ ما خیلی کهن‌تر از پیدایش هویت ملی سیاسی است. یعنی شما اگر بروید در شعر شاعران ایرانی کوچنده به هند، وقتی از وطن صحبت میکنند جستجو کنید، نه اونجایی که میگویند وطن به معنای شیراز، وقتی از وطن به معنای ایران صحبت میکنند، میبینید که احساس این تعلق به این آب و خاک به وجود آمده. و این احساس البته جنبه فرهنگی داره، جنبه آب و خاک داره، جنبه سیاسی به مفهوم تعهد به یک دولت واحد نداره. مشروطه در واقع زایش مدرنیته ایران و فکر دولت ملت جدید بر پایه اون زمینه تاریخی بود. و جالب اینجاست که در پیدایش فکر دولت ملت جدید، نیروهای اصلی سازمان دهنده به ناسیونالیسم ایرانی و پیدایش فکر دولت ملت از آذربایجان و قفقاز برخواسته بودن. اصلا ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد شد، نه با لهجه شیرازی و اصفهانی. یعنی در میان تمام پایه‌گذاران ناسیونالیسم ایرانی تنها دو نفر از جنوب هستن: میرزا آقاخان کرمانی و ناظم الاسلام، یا ببخشید میرزا محکمخان اصفهانی. دیگر نخبگان پایه‌گذار اندیشه ناسیونالیسم ایرانی از آذربایجان و قفقاز برخواستند. و به همین دلیل هم میگویم که ناسیونالیسم ایرانی با لهجه ترکی متولد شد. در این زایش احساس هویت ملی تازه که هویت فراقومی بود، چیزی که مورد گفتگو قرار نگرفت این بود که گویا یکی از تیر و تبارهای ایرانی از دیگری برتر یا فرادست یا فرودست است. اصلا چنین گفتگوی رو شما در اون دوران در هیچ یک از نوشته ها نمیبینید. ما نزدیک 140 رساله امروز از دوران مشروطه برای ما یادگار مونده و نزدیک به 60 کتاب پیرامون اندیشه مدرن روی هم رفته، 200 سند از اون دوران برای ما به جای مونده. شما در یک سند نمی‌بینید که اشاره‌ای شده باشد که مثلا این چیزهایی که امروز می‌گویند فارس‌ها یا ترک‌ها یا کورد‌ها یا دیگری فرادست یا فرودست یا برحال بهتر یا بدتر از دیگران هستند. گفتگوی در میان اینها نیست. و جالب اینجاست که تمام این نوشته ها یا اساس این نوشته ها به زبان فارسی است، چون زبان مدرنیته، زبان مردم بوده در اون زمان، زبان مشترک نخبگان ایرانی بود.
و از این روز که در پیدایش فکر دولت ملت در ایران یکی از مسائلی که به کنار نهاده شد ساختار تاریخی ایلی جامعه ایران بود، نه قومی. یعنی اصولا ما در ایران با پدیده‌ای به نام وحدت اقوام روبرو نبودیم که حالا بخواییم در مشروطه نشانه‌هایی از روابط میان اقوام پیدا بکنیم. یعنی کسی که در یک چالش سیاسی در ایران، مثلا در کردستان شمشیر از نیام میکشید، خود رو نه نماینده کرد بلکه مثلا نماینده ایل شکاک قلمداد میکرد. اون کسی که در فارس قیام میکرد خودش رو نه نماینده فارس ها بلکه از فلان شاخه بختیاری قلمداد میکرد. یعنی بستگی های ایلی بود که ایرانیان رو توضیح میداد، نه بستگی های قومی. و این احساس قومی سالهای درازی پس از مشروطه و مدرنیته به تدریج زاده شد. در نتیجه مدرنیته ایران پایان دوران ساختار ایلی جامعه ایران است و پیدایش یک دولت ملت جدید که طبیعی است در این ساختار دولت ملت جدید هر آینه مسیری رو که مشروطه جلو گذاشته بود، یعنی مشارکت مردم، پیدایش انجمنهای ایالتی ولایتی و خیلی چیزهای دیگری که به هر حال مشارکت مردم رو طلب میکرد، ما با بسیاری از گرفتاری هایی که در سالهای پس از آن روبرو شدیم روبرو نمیشدیم. در برابر مشروطه دو مدل تحول مدرنیته وجود داشت. یکی تحول رایزنانه مشروطه بود، یعنی اون مدلی که پایه‌گذاران مشروطه به دنبالش بودن، مشارکت مردم، رشد مجلس به عنوان کانون مدرنیته و مشروطه، مجلس قانونگذاری زمینی، و دیگری پروژه‌ای بود که در درون جامعه ایران نمونده بود و اون تحول از بالا بود که اگرچه ما میتوانیم نشانه هایی از این خط تحول از بالا رو حتی در کارهای امیرکبیر و سپهسالار جستجو بکنیم، در واقع در دوران 15 سالی اغتشاش پس از مشروطه است که با توجه به ناامنی فکر تجدد رایزنانه به تجدد عامرانه تبدیل شد و اندیشه‌ای در جامعه ایران شکل گرفت که بدون وجود یک دیکتاتور مستبد نمیتوان ایران رو ساخت. ایرانیان آمادگی ساختن دموکراسی از پایین، مشارکت در حوزه سیاسی رو ندارند. و این نوشته ها خیلی پیش از اصلا مطرح شدن نام رضا شاه در روزنامه های معتبر اون زمان، روزنامه های معتبر مترقی اون زمان، کاوه و ایران شهر منعکس می شد. تا جایی که در یکی از شماره های ایران شهر آقای افشار یزدی نوشت، پدر زنده یاد افشار، که ما نیاز به کسی داریم که از هنگامی که از صبح از خواب بیدار می شویم تا شب می خوابیم به ما زندگی یاد بده. راه و رسم راه رفتن، زندگی کردن، پوشیدن، غذا خوردن، اصلا ما رو آدم بکنیم. حالا این عبارت اون نیست. و این تو اندیشه ایرانی بعد از دوران مشروطه و گرفتاری هایی که در چهارسوی ایران به وجود آمده بود پا گرفت. یکی از عواملش هم طبیعی است که از میان رفتن نزدیک به 1/3 جمعیت ایران در قحطی بزرگ پس از جنگ جهانی اول، نزدیک به 1/3 جمعیت ایران از میان رفت. کمتر سرزمینی است که پس از میان رفتن 1/3 جمعیت اصلا بتونه پای بر جای بمونه. در این سپهر سیاسی و ناامنی فکر مدرن سازی از بالا تو جامعه ما شکل گرفت و نتیجه اون کودتای 1299 و سپس پیدایش دولت رضا شاه. در این راهکاری که در واقع در این دوران به جای مدرنیته رایزنانه یا تجدد رایزنانه نشست، تنها بحث ساختن هویت ملی نبود که از بالا در واقع تجدید تعریف شد، بلکه در تمام زمینه‌ها دولت از بالا پوشش میکرد جامعه رو بسازه. رخت مشترک، کشف حجاب اجباری، و طبیعتاً در همین راستا فکر یک دست کردن ملی هم وارد گفتمانی شد که این گفتمان نیازی به این فکر یک دست کردن ملی نداشت. یعنی جامعه بود که به طور طبیعی با هم زندگی کرده بود و به طور طبیعی گرفتاری های روابط پیرامون زبان های گوناگون، فرهنگ های گوناگون و
حتی آیین‌های گوناگون رو حل می‌کرد. ولی با آمدن این فکر آمرانه از بالا، نه تنها در زمینه مثلا هویت ملی سازی، بلکه در زمینه گفتم نوع لباس، جایگاه دین در زندگی عمومی جامعه و خیلی چیزهای دیگر، دولت از بالا آمد و سعی کرد که جامعه رو تجدید تعریف بکنه. یعنی به جای اینکه ناسیونالیسم زاییده شده دوران مدرنیته با اون هویت عمومی که ملتی رو در مقابل امت و رعیت قرار داده بود این شکل بگیره، دولت به جای دولت نماینده ناسیونالیسم ایرانی شد، دولت نماینده سکولاریسم شد، دولت نماینده تجدد در جامعه شد. و این گرفتاری بود که در همه زمین‌ها به برخی از مشکلاتی که در دوران‌های بعد هم به وجود آمد دامن زد. اما در هیچ یک از این دوران‌ها ما با یک سیاست روشن و چیره ستم ملی روبرو نیستیم. یعنی ما چیزی رو در ایران به نام اینکه کسانی بگویند یک قومی، یک دسته یلی، یک دسته زبانی از دیگر دسته‌ها به طور حقوقی برتر هستند، حقیقی رو بذارید کنار، چون مسئله فرهنگی جامعه است، به چشم نمیخوره و طبیعی است که نمیتونست به چشم بخوره. خود رضا شاه از یک پیشینه پرورده شده در میان قزاقان برخواسته بود، همسرش که مادر پادشاه آینده ایران باشه در قفقاز لویه آمده بود، از خانواده قاجار بود، همسران دیگرش از خانواده اون، البته از خانواده آیرومرو بود که یکی از خانواده‌های نزدیک به قاجار است و دیگران از خانواده قاجار. و طبیعی است که در یک چنین دورانی نمی‌توانست موضوع فرادست بودن یک گروه قومی، اون هم گروه قومی که ساخته نشد به نام فارس، بتواند در جامعه مفهوم و معنا پیدا بکنه. پس پرسیده ایش که از کجا این بحث قومی به ایران رسید؟ این بحث قومی نه از سوی برادران شمال ایران رسید به ایران. این بحث قومی نخستین بار در کنگره ملل خاور، در بحثی که پیرامون چگونگی برخورد اتحاد جماهیر شوروی جوان نسبت به کشورهای یا واحدهای جمهوری شده آسیایی این اتحاد شوروی جوان به وجود آمده بود، بحث خلق‌ها رو مطرح کرد، بحث ملل تحت ستم رو مطرح کرد و این بحث به ایران هم کشیده شد و بحث ملل دربند، ملل ستم دیده، ایران زندان ملل و مقولاتی از این قبیل که کپی برداری مستقیم از بحث کنگره ملل خاور هست به ایران و به حزب کمونیست ایران رسید. و بدون اینکه کوچکترین بررسی در مورد تاریخ ایران بشود، چون اتحاد شوروی روسیه زندان ملل بود، ایران هم زندان ملل شد و هیچ کس نیامد توضیح بده که این ملل کیها بودند که در ایران در زندان یک ملت دیگر بودند. چون برای اینکه شما ستم ملی داشته باشید، باید ستمگر ملی داشته باشید. ستم دیدی که بدون ستمگر نمیتواند باشد در روسیه وجود داشت. در روسیه از نظر حقوقی روس‌ها دارای امتیاز برتری از شهروندان غیر روس بودند و امتیاز داشتن نسبت به اونها. به این دولت اتحاد شوروی پایان داد و درست هم بود که پایان دادن، ولی در ایران وارد پایان دادن به ستمی شد که وجود نمی داشت و طبیعی است که حالا باید ملت بسازن. برای که ملت بسازن، این ملت سازی رو بر پایه زبان آغاز کردن و به همین دلیل هم بر پایه 5 یا 6 زبان شناخته شده در میان آدم هایی که نسبت به فرهنگ ایران آگاهی چندانی هم نداشتند، ایران رو به چند ملت زیر ستم تقسیم کردند: عرب، کرد، ترک، بلوچ، گیلانی و مازندرانی و غیره. و جالب اینجاست که اصلا در حوزه زبانی واقعیت جامعه ایران چنین نیست. ما در ایران نزدیک به 1000 گویش و بمگویش داریم. برخی از این گویش ها گویش های چند میلیونی است. وقتی از بخشی از این گویش‌ها و بمگویش‌ها گویش‌های 10,000 نفره، 100,000 نفره است، ولی زبانه. مردم سنگسر و یا شهر میرزا یا پیرامون سمنان که 6 زبان زنده در پیرامون سمنان وجود داره، زبان دارن. لهجه نیست. زبان سنگسری صیغه مذکر مؤنث داره. 10,000 نفر هم این زبان صحبت می‌کنن، ولی ملت ستم دیدش سنگسر نداره یا شهر میرزا. اینها واقعیاتی است که در دل جامعه ایران موجود بود. یعنی
جامعه ایران جامعه چند زبانی و چند فرهنگی بوده و این در میان حتی مردم کرد تبار ایران هم حاکم است، یعنی در میان کردان هم شما از ایران بگیرید و بروید تا کرمانشاه چندین زبان، نه فقط گویش، نه فقط لهجه، چندین دستگاه زبانی وجود داره که بسیاری از اینها از هم متفاوته. حتی در میان کردها هم شما وقتی زبان چیره ادبی کرد رو در نظر میگیرید که زبان تارنماهای احزاب کردی است، این زبان 30% مردم کرد است. بسیاری زبان‌ها یا برحال گویش‌های دیگری در میان اونها وجود داره. این طبیعت جامعه است که در اون هنوز یک ساختار چیره مدر نتوانسته بوده شکل بگیره و این چنگانگی فرهنگی به طور طبیعی، چنگانگی زبانی به طور طبیعی به زندگی خودش ادامه میداده. مسئله عمومی در ایران بنابراین یک مسئله تاریخی نیست. یعنی اگر کسانی بخواهند و بیایند و بگویند که در تاریخ ایران ما با پدیده‌ای روبرو هستیم که این پدیده گواهی بر این است که اقوام ایرانی با عبارتی که استفاده می‌کنند زیر ستم یک قوم چیره بودند، نه می‌توانند شاهد تاریخی در این زمینه پیدا بکنند و نه می‌توانند از نقطه نظر جغرافیایی، از نقطه نظر فرمانروایی، از نقطه نظر سیاسی و از نقطه نظر زبانی رو بتوانند توضیح بدهند. در دو سرزمین بزرگی که به حال امروز مورد گفتگو است، یعنی آذربایجان و کردستان، آشکار است که آذربایجان در نه تنها در سیاست کلان ایران نقش بسیار مهمی در دوران تاریخی ایران داشته، به ویژه در دوران مدرنیته اصلا نقش ساز بوده، یعنی چیره بوده نقشش در دوران مدرنیته و نه تنها در حوزه سیاست کلان درگیر بوده، در حوزه اقتصاد کلان ایران هم درگیر بوده. یعنی شما نمیتوانید با هیچ آمار ارقامی نشان بدهید که مثلا آذربایجان در سپهر اقتصاد کلان ایران درگیر نبوده. بخش بزرگی از بازارها در سرتاسر ایران در اختیار آذربایجانی هست. اصلا صنعت در آذربایجان در ایران پایه پیدا میکنه و یکی از دلایلی که آذربایجان جلوتر از بخش های دیگر ایران هست به دلیل پیشرفت صنعت و بازرگانی در آذربایجان مثلا نسبت به اصفهان و یا بوشهره. و این به طور طبیعی اتفاق میفته، نه به دلیل اینکه مثلا مردم آذربایجان استعداد بیشتر داشتن، مردم بوشهر استعداد نداشتن. راه پیوند و ارتباط ایران به دلیل اینکه ایران از زمان صفویه رابطه خودش رو از راه عثمانی با اروپا قطع کرده بوده، از راه روسیه است و طبیعی است که راه به روسیه آذربایجان و قفقازه و به دلیل این راه قفقاز آذربایجان از برکت این همسایگی با قفقاز و ارتباط با اروپا بعدها پیشرفته‌تر از بسیاری از نقاط دیگر ایران است. و از این منظر است که شما نمیتوانید این بحث رو از نظر تاریخی توضیح بدهید، مگر اینکه بیایید در دوران مدرن بگویید که ما در ایران مدرن وارد بحث قومی شدیم. یعنی گویا در دوران از زمان رضا شاه به این سوی ما وارد دورانی شده این که جامعه ایران به جای اینکه بحث و گفتگو و گفتمان اجتماعیش بر سر حقوق شهروندی و تجاوز به حقوق شهروندی باشه، باید برود بر سر موضوع حقوق قومی. چرا؟ چون گفتمان 100 ساله گذشته ایران اساسا تبعیض قومی بوده. این را نمیتوانید نشان بدهید. هیچ کسی با هیچ آماری نمیتواند نشان بدهد که جز در زمانهای معینی در زمینه سیاست‌های ویژه‌ای چیزی به نام ستم قومی برای اینکه یک گروهی از مردم ایران رو از حقوق خودشون محروم کنن به مفهوم یک گروه قومی وجود داشته. یعنی نشستند و گفتند که ما چگونه میتوانیم کردها رو از حقوق خودشون محروم کنیم. یک چیز دیگری وجود داشته، بسیاری از کردها اهل سنت بودند. کردی که شیعی مذهب بوده این درد تبعیض رو خیلی کمتر احساس میکرده و کردی که ببخشید شیعی بوده کمتر احساس میکرده و کردی که اهل سنت بوده. یعنی چون سامان سیاست در ایران بر پایه چیرگی مذهب شیعی دوازده امامی شکل میگیره، طبیعی است که مذهبی که به این کانون سیاست نزدیک است یا
باور دارندگان به مذهبی که به این کانون سیاست نزدیک هست طبیعی است برای خودشون امتیازهای بیشتری رو یا قائل هستن یا به دست می آورن. به همین دلیل هم وقتی که مثلا رضا شاه تصمیم می گیرد که فرزندان خودش رو برای آموزش به اروپا بفرسته سفارش نمی کنه که برای من یه شیرازی خیلی خوب پیدا کنید که حتما مثلا مال فارسستان باشد. دنبال آدمی است که بتواند این کار پیدا بکنه، این کار انجام بده. کی رو پیدا میکنه؟ زنده یاد رشید یاسمی، یکی از مفاخر کردتبار ایران رو در زمین ادبیات. و کسی هم نمیگه که آقا ایشون کرده، بچه‌ها در اصل اینا نده، اصلا چه این مسائلی در اون جامعه وجود نداشته. به هر حال طرز هم از طرح مسئله این است که ما تا ما در این زمینه حتی در دوران مدرن هم با این بحث روبرو نبودیم. این به این معنا نیست که ما تبعیض در زمینه فرهنگی، زبانی، آموزشی در ایران نداشتیم. این به این معنا نیست که ما با نابرابری های اقتصادی و توسعه در ایران در سرزمین هایی که مثلا کردنشین یا بلوچنشین هستند روبرو نبودیم. در درون آذربایجان هم، در داخل خود آذربایجان هم ما با این نابرابری ها روبرو هستیم. تبریز نسبت به مثلا روستاهای پیرامون اردبیل نمونه شو در یا اهر در همین زلزله دیدیم. این نابرابری ها ناشی از این نیست که گویا سیاستی دستچین شده در واقع در دوران حتی مدرن ایران به دنبال اقوام رفته. این سیاست ناشی از به هر حال مجموعه رفتارهای نادرستی است که دولت مرکزی در حوزه سیاسی و دولتی کردن همه چیز پیگیری میکرده و نه موضوع به هر حال قومی در ایران. اما چرا امروز بحث قومی به نظر من خطرناک و نادرست است؟ اگر شما مراد و منظورتون از طرح مسئله قومی در ایران این باشد که در آغاز اشاره کردم که ما باید به تبعیض‌های فرهنگی در ایران پایان بدهیم، رادیو و تلویزیون باید از انحصار دولت خارج بشود، هر کس بتواند به هر زبانی رسانه منتشر کند، ماندگاری یا ناماندگاری یک رادیو تلویزیون بستگی به بازار اون داشته باشه، مردم حق داشته باشند حتی به زبان مادری خودشون مدرسه درست کنند، فرهنگ سرا بسازند، کتاب چاپ کنند، هر کاری که میخواهند بکنند، اعتلاع زبانهای گوناگون در اون ایران باشه، زبان مادری آموزش داده باشه، داده شود. همه اینها رو من فکر می‌کنم در یک گفتمان یا یک چالش شهروندی میتوان پذیرو و باید پذیرو. از این هم من فراتر میرم. در یک ساختار دموکراتیک مانند بسیاری از الگوهایی که ما امروز در غرب میبینیم، اداره امور شهرها، اداره امور استانها بر پایه تصمیم شهروندان تعیین میشود. یعنی اگر سنندج، مردم سنندج اساساً کرد زبان هستند و اهل سنت، به طور طبیعی شهردار سنندج رو که انتخاب میکنند، به طور طبیعی احتمال زیاد یک کرد اهل سنت خواهد بود. به طور طبیعی میگم. چرا میگم به طور طبیعی؟ چون به مجرد این که بگید که باید یک کرد اهل سنت باشد، یعنی تبعیض، یعنی درست اون چیزی که با حقوق شهروندی و حقوق بشر مخالف. ولی این که به طور طبیعی در جامعه مردم میآیند و به کسانی رأی میدهند که از نزدیکتر به خودشون هستند، از نظر فرهنگی با اونها بیشتر تناسب دارند، بخشی از برحال راهکارهای شهروندی و دموکراتیک در جامعه است. کجاست که موضوع گفتگو و بحث اساسی ما در مورد مسئله قومی است؟ اونجایی که جامعه ایران به اقوام تقسیم می شود به طور مصنوعی و برای اقوام حقوق سیاسی قائل می شود. یعنی این تصور که گویا یک گروه قومی در داخل یک سرزمین واحد دارای حقوق سیاسی ویژه است، یعنی شما اگر کرد باشید می توانید دولتک کرد خودتون رو به نام فدرالیسم در داخل این خاک ایجاد کنید. این گرفتاری نه تنها گرفتاری با بحث دولت مدرن است،
گرفتاری با واقعیت این جامعه ایران، جامعه امروز ایران، تقسیم جغرافیایی و اقلیمی میان اقوام نشده. بخش بزرگی از مردم آذربایجانی زبان یا ترک زبان در سرتاسر ایران پخش هستند. پیوندهای خانوادگی با دیگران ایجاد کردند. بیش از 200 تیره و تبار کرد در خراسان وجود دارد. ده‌ها دسته کرد ترک تبار در خراسان وجود دارد. در فارس وجود دارد. یعنی آیا کسانی که از این حقوق سیاسی قومی صحبت میکنن بحثشون رجعت است؟ یعنی بازگشت هر کسی که از یک پیشینه نژادی تباری یک گروه بلند شده باید حالا بیاید و زنش رو طلاق بده یا شوهرش رو ازش جدا بشه، برگرده به اصل خودش و یک دولته که خالص کرد و ترک و بلوچ و عرب درست کنه در داخل این خاک. این که به نظر من یکی از عقب مانده ترین مدل های بحثی است که می تواند مطرح بشود. بنابراین نه تنها از نقط نظر گفتمان مدرنیته بحث قوم‌گرایی در حوزه سیاسی یک فاجعه می آفرینه در یک جامعه مانند ایران، از نقط نظر واقعی هم غیر قابل اجراست در ایران. یعنی که تصور کنید که شما می توانید در داخل کشور بیایید و سرزمینی که در درازای این سلامی سال گذشته با شهر نشین شدن مردم آمیزش‌های گسترده پیدا کرده و امروز نزدیک به 77% جمعیتش شهر نشین هستند، اینها رو بر پایه اقوام و نه تبار تقسیم بکنید، با واقعیت جامعه امروز بشری و جامعه ایران نمیخوره. شما در نظر بگیرید که به ما ایرانیان باشنده ایالات متحد نمیگویند قوم ایرانی، میگویند اتنیک ایرانی هست. یعنی ایرانی تباران. به ایتالیایی ها نمیگویند قوم ایتالیایی، میگویند ایتالیایی تباران. ما در ایران در کلان شهرهای ایران، در شهرهای تو کوچکتر ایران، انسانهایی از تبارهای زبانی و فرهنگی و تاریخی داریم که اینها آمیزش پیدا کردن، از اون تبار هستن ولی به صورت قوم عمل نمی کنن. قوم مقوله دوران پیش مدرن هست که ایران هیچگاه وارد آن نشد. یعنی ایران از دوران ایلیاتی پرواز کرد به دوران مدرن و امروز است که دوباره بحث اقوام داره سر بلند میکنه و تبدیل میشود به بحثی در مقابل گفتمان دموکراسی در ایران. چرا میگم در مقابل گفتمان دموکراسی؟ برای اینکه فرض رو بر این میگذارند که در 33 سال گذشته بزرگترین حوزه تبعیض در ایران حوزه قومی بوده، نه حوزه دینی، نه حوزه جنسیتی، که دو حوزه، نه حوزه سیاسی، که حوزه های اساسی تبعیض در ایران بوده. یعنی شما اگر یک زن شیعی کرد تبار باشید دارای حقوق بیشتری هستید از یک مرد بندر عباسی اهل سنت بر اساس قانون اساسی ایران. اگر تبعیض وجود داره، تبعیض بر اساس مذهب است، تبعیض بر اساس جنسیت است. نقطه مقابلش هم صادقه. شما اگر در ایران امروز روزنامه‌ای به زبان کردی منتشر کنید که در هواداری از حکومت باشد، که دو روزنامه کردی و چهار روزنامه ترکی در قم منتشر می شود، کسی با شما کار نداره. ولی روزنامه فارسی منتشر کنید و پرخاش به حکومت بکنید، شما می بندند. خیلی ساده. بنابراین اشکال دیگر بحث قوم‌گرایی امروز این است که تصوری رو ایجاد می کند که گویا گفتمان 33 سال گذشته ایران اساساً بر اساس تبعیض قومی بوده، نه تبعیض جنسیتی، نه تبعیض دینی در ایران و تبعیض سیاسی، که اینها حوزه‌های اساسی تبعیض در ایران بوده. گرفتاری اساسی دیگری که در این بحث وجود دارد و اون بخش رو من پیامد هولناک این گفتگو میدانم، در واقع دامن زدن به ستیزهایی است در میان ایرانیان که ما پیشینش هم داریم. ما دعوای میان دسته های بخش بخواهی ادامه بدید 10 دقیقه.
تموم میکنم برای تو سوال جواب بیشتر توضیح خواهم داد. ما دعواهای تاریخی حیدری نعمتی رو در کشورمون داشتیم، خیلی ها کشته شدن در این دعوا. حیدری نعمتی دعواهای بله توضیحشو بعدا که پرسیده میدم کتاب شیعری من در کلاش نمیشه دعواهایی بوده در درون دسته های دینی پیروان دو شخصیت و دو جریان فکری خانقاهی درویشی دینی که در شهرهای مختلف ایران از هم خون ریختن به طور کلی. حتی در شهرهای بزرگ ایران مثل تبریز در میان دسته های حالا اگر من اشتباه میکنم دوستان توضیح بدن، دسته هایی که تقسیم میشدن به دسته های مذهبی، حالا بعضی ها میگن کسری میگه به سه یا چهار دسته تقسیم میشدن، بعضی میگفتن به دو دسته، اسامیشون رو نمیگم پرسش پاسخی لازم شد اشاره میکنم، در اونجا حتی در شهری مثل تبریز هم وجود داشته. حالا شما تصور کنید که ما بیاییم و امروز این بحث قومی رو که میتواند در یک بستر یک جامعه پر از تشنج مردم رو به جان هم بیاندازه، مثلا ارومیه رو به خون بکشه بر سر اینکه ارومیه کرد است یا ترک، و بسیاری از شهرهای دیگر رو بوچان که پنج گروه زبانی درش زندگی میکنن متعلق به چه گروهی است، دقیقا در مسیر از میان بردن شیرازه سرزمین است که ماندگاری اون در واقع میتواند به چالش سیاسی مدرن ایران کمک بکنه. یعنی چی؟ یعنی شما نمیتوانید گفتمان مدرن دموکراسی رو در یه جامعه که مردم بر سر پیوندهای قومی به جامعه هم افتادن دامن بزنید، امکان نداره. در یک ظرف مدرن است که شما میتوانید گفتمان مدرن رو مطرح کنید، در یه جامعه‌ای که بر سر این که ارومیه متعلق به کدام دسته قومی است اعلامیه‌ای که گروه‌های تندروی قومی علیه هم می‌دادند، کدوم شهر کردستان واقعاً متعلق به کردستان است و کدوم شهر متعلق به کردستان نیست، شما نمی‌توانید در بستر چنین گفتمان واپس‌مانده‌ای یک گفتمان مدرن رو دامن بزنید. پیرامون حقوق شهروندی، ساختن دولت مدرن امروزی در ایران صحبت بکنید، پس حقوق بشر سخن بگویید. هنگامی که بس میرود بر سر مثلا دعوای مذهبی یا دعوای قومی یا دعوای زبانی، یعنی اگر ایران وارد چالش جنگ داخلی قومی بشود، بزرگترین قربانی آن جنبش سیاسی دموکراسی خواهی خود ایران خواهد بود. و در درون این سرزمین ها هم قربانی بزرگ آن جنبش دموکراسی خواهد بود. از دل یک جنبش قومگرا در آذربایجان یک جریان دموکراتیک در آذربایجان به وجود نمیاد. از درون یک جریان قومگرا در کردستان یک دولت دموکراتیک کردستان به وجود نمیاد. بارزانی سربلند میکنه. در اون طرف ایستاده و هیچ کس جلوش نمیتونه حزب مستقل ایجاد بکنه. این ذات به طور کلی این نوع چالش است. شما اگر جامعه بلوچ رو بر اساس وفاداری به دوست محمد خان بلوچ و اون نوع رفتار برانگیزید و دعوای بلوچ و فارس رو بر بیانگیزید، رهبران دموکراتیک بلوچ در اونجا پا نمیگیرند، خانات بلوچ پا میگیرند، رهبران مذهبی بلوچ پا میگیرند، برای اینکه جنس سیاست تعیین میکنه جنس رهبری سیاسی. همونجور که وقتی شما در یک سرزمینی مانند سوریه امروز با یک جنبش مسلحانه از این دست روبرو هستید، جنس مخالفان با جنس حکومت بشار اسد خیلی نزدیکی مثل هم رفتار میکنه. چون از دل این نوع حرکت شما فکر نکنید تاماس جفرسون بیرون بود، چون در آمریکا جنگ داخلی وجود داشته. بنابراین در بحثی که امروز وجود داره قربانی چالش قومگرایانه نه فقط دموکراسی و ماندگاری سرتاسر ایران، بلکه دموکراسی در همین سرزمین هایی است که عده قومگرا میگویند که باید ما دارای استقلال سیاسی باشیم. اما نکته آخری که اینجا میخوام مطرح کنم با اونم بحث فدرالیسم است. خیلی کوتاه میگویم و میگذرم. برخی از دوستان میگویند که خب این بحث ها درست،
ما اصلا دنبال کار قومی نیستیم. ما میخوایم فدرالیسم در ایران وجوده. عدم تمرکز سیاسی. اگر مراد و منظور شما از فدرالیسم این باشد که مثلا استانها در ایران بتوانند استاندار خودشون رو انتخاب کنند، مجلس ایالتی وجود داشته باشد، چیزهای از این دست، اینها گفتگوهای تخصصی جامعه است. اصلا کار منم نیست. کدام مدل برای توسعه ایران بهتر است؟ بحثی است که باید در بگیره. من میتوانم وارد این بحث بشم، ولی این بحث امروز ما نیست. جامعه باید مدل‌های گوناگون توسعه را در نظر بگیره، ببینه که برای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی ایران کدام یک از مدل‌های اداری که در کشورهای مختلف انجام شده، دولت متمرکزی مثل فرانسه یا دولت غیر متمرکزی مانند ایتالیا، کدام یک بهتر مناسبتر است؟ مدل جمهوری آمریکا این مناسبتر است که رئیس جمهور قدرتمند و مجلسی تشکیل شده از دو حزب مدل بهتری است، یا مثلا مدل آلمان و ایتالیا که اساساً چندین حزب سیاسی در اونجا نظام پارلمانی رو دارن؟ اینا بحث‌های تخصصی بسیار جالب و زیبایی است که ما باید بالاخره برای رسیدن دموکراسی و آینده دموکراسی در ایران انجام بدهیم. بحث فدرالیسم نیست. بحث فدرالیسم بر بستر بحث قومی شکل گرفته. یعنی بحث فدرالیسم ایران بحث قومی است. هر جور هم که شما رهایش کنید، این گربه با چهار دست و پا روی زمین برمیگرده. یعنی بحث برمیگرده به واحد فدرال کردستان. یعنی بالاخره باید این فدرالیسم رو بر اساس واحد قومی توضیح بده. این همون فاجعه بحث قوم‌گرایان است. چرا باید مردم ایران دوباره بیاین مرزهای استانی خودشون رو بر اساس یک رشته مسائل زبانی روشن کنه؟ تکلیف این پراکندگی قومی در ایران چی میشه؟ تکلیف این که تهران بزرگترین شهر کردنشین و بزرگترین شهر ترکنشین ایران چه خواهد شد؟ ما در ایزه چه کار خواهیم کرد؟ در بوچان چه خواهیم کرد؟ در قشقایی ها نام جمهوری فدرال جمهوری، یعنی واحد فدرال درست خواهیم کرد برای قشقایی ها پیوند پیدا میکنند با دولت مرکزی آذربایجان. اینا بحث های به نظر من بی‌پایه‌ای است که این بحث فدرالیسم نمیتواند به اون پاسخ بدهد. افزون بر این، اصلا موضوع فدرالیسم جمع کردن واحدهای مستقل در کشورهای جهان بوده، نه پخش کردن واحدهای موجود. اصلا تاریخ فدرالیسم، این تاریخ ایالات متحده آمریکا، که 13 واحد مستعمراتی مستقل تصمیم میگیرند برای اینکه از انگلستان بتوانند استقلال پیدا بکنند، صلاحشون در این است که یک کشور واحد بسازند. سوئیس به همچنین، آلمان به همچنین، اینا دوکنشین های مستقل بودند. تاریخ ایران این تاریخ نیست. تاریخ امروز ایران دست کم این تاریخ نیست. و ما با یک رشته ناهمگونی ها و نابرابری های فرهنگی، زبانی، غیره روبرو هستیم. پاسخ به اون نمیتواند فدرالیسم قومی باشه. در نهایت ممکن است کسانی بگویند که مثلا مردم کردستان در درازای تاریخ تقسیم شدند در میان چهار کشور و میخواهند کشور واحد بسازند. این یه تصویر سیاسی است. این دیگه بحث تاریخی، بحث قومی، بحث حقوق نیست. یه تصویر سیاسی است. یه گروه از مردم میتوانند تصویر بگیرند که میخواهند از راه شکستن چهار کشور یک کشور جدید بسازند. این تصویر سیاسی آیا درست است یا درست نیست، یه بحث جداگانه است. به نظر من هیچ کشوری که از شکستن چهار کشور همسایه آیندهش به وجود بیاید روز آسایش نخواهد دید. مگه ممکنه ترکیه رو بپاچونن، ایران رو تجزیه کنن، عراق رو تجزیه کنن، سوریه رو تجزیه کنن، بعد با این چهار کشور همسایه هم در صلح و صفا زندگی کنن؟ عملی نیست. این مدعای موضوع سیاسی است. این موضوع اصلا ربطی به تبعیض در ایران نداره. اما یک نکته رو اینجا بگم و سخنم رو پایان بدم. اگر شما وارد این بحث بشید که ایران ملک مشاع همه ایرانیان نیست، اگه وارد این بحث بشید و بگویید که سرزمین‌های کردنشین از آن مردم کردزبان است و آنها تصمیم می‌گیرند،
سرنوشت اردبیل رو مردم آذربایجان تعیین میکنن، سرنوشت بوشهر رو بندر عباس رو هم مردم بوشهر رو بندر عباس تعیین میکنن. هیچ گروه دیگه ایران به اندازه مردم بوشهر و بندر عباس از استقلال محلی و جدا شدن از ایران بهره نخواهند بود. یکی از ثروتمندترین کشورهای جدید دنیا خواهند شد. بهتر از کویت و شرق نشینا برای که بر ذخیره دومین ذخیره گاز جهان نشستند. اگر ایران ملک مشاع است، اردبیل مال همه ایرانی است، مسجد سلیمان مال همه ایرانیانه، بندر عباس مال همه ایرانیانه. اگه ملک مشاع نیست، وارد بازی میشوید که در این بازی فقط بحث کردستان و آذربایجان نیست، بحث سرتاسر ایرانه. در حالی که برای اینکه ایران پس از گذار از جمهوری اسلامی با این توانایی های فراوان نیروی انسانی که داره و این توانایی های بسیاری که در زیر زمینش نهفته بتواند خودش رو از این تنگنای عقب‌ماندگی به کاروان جامعه بشری برساند و در ردیف کشورهای پیشرفته قرار بگیرد، اتفاقا یگانگی و توانایی ایران یکی از پیش شرط هاست، نه چند باری بیرد. سپاس گذارم. به مدت 10 دقیقه استراحت داده می شود. بعد دو